بسم الله الرحمن الرحیم در روایات جلد پنجا و یک بهار باب یازدهم رسیدیم به دو تا روایت آخری چهار ده از باب یازده و پونزدهم از باب یازده روایت چهاردهم ابی حاتم نقل می کند سمعت ابا محمد الحسن ابن علی علیهم السلام یقول از امام اسکری علیه السلام شنیدم فرمودن فی سنت معتین و ستین تفرق و شیعتی در سال دویست هجری پخش شدن و پراکنده شدن شیعیان من است از هم گسیخته میشن فرق فرقه میشن گروه گروه میشن متلاشی میشه جمعیت شیعه فی سنت معتین و ستین در سنه دویست و شهست تفرق و شیعتی شیعیان من پراکنده میشون بعد چه شد در این سال و فیها قبضه ابو محمد علیه السلام در این سال امام اسکری علیه السلام به شهادت رسیدن و تفرقت شیعته و انصاره گروه گروه شدن شیعیان حضرت و یاران حضرت بند تسبیح باز شده چند گروه شدن یه گروه و منهم من انتما الى جعفر بعضی از آنها اونهایی بودن که خود را منتصب کردند به جعفر کذاب عموی امام زمان دسته دوم و من هم من تاها و شکه گروه از شیعه سرگردان شدن حیران شدن در شک و شبه ماندند و ماندند و ماندند و من هم من وقف علا تحیره بعضی از آنها در سرگردانی خودشان واقف شدن متوقف شدن یازده امامی به امام یازدهم هم ماندن واقفیه بر یازدهم و من هم من ثبته علا دینهی به توفیق الله عز و جل. گروهی از شیعیان ثابت ماندن بر دینشان و این ثابت ماندن بر دین به توفیق الله بود خدا کمک کرد اینها را توفیق کمک کردن خداست کسی را نزدیک به طاعت کند یا دور از معصیت کند مقرب به طاعت است ولی به حد الجا و اجبار نمیرسد جبر نیست اما 99 درصد خدا او رو نزدیک به طاعت کرده است کسی که در قوم به دنیا اومده این میتونه شیعه باشد کسی که در پولان منطقه از سنندج یا زاهدان به دنیا آمده در یه خانه سنی اینم میتونه شیعه باشد کسی که در ریاض به دنیا آمده اونم میتونه شیعه باشد اما این شخص رو خداوند خیلی نزدیکتر به سرات مستقیم قرارش داده توی خانواده شیعی به دنیا آمده است یا مبتد ان به نعم قبل استحقاقها ها ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو با ما مدارا ها نمود بعضی ها برا اولین نفری که در نسلشان در نیاکانشان شیعه شده اند برا او فاتحه می خانند. برای او زیارت امام حسین انجام میدن اگه او تحقیق نکرده بود اگه او تو سرات مستقیم نیامده بود امروز آیا ما مرد میدان بودیم تحقیق کنیم از آتش پرستی در بیایم از عمر پرستی در بیایم از بود پرستی در بیایم به امیر المؤمنین علیه السلام خود را گره بزنیم راه رو بر ما هموار کردن ای توفیق الهی است من هم من ثبت علا دینهی به توفیق الله عز یه ای عدهی ای به توفیق الهی ثابت قدم بر دینشان ماندن روایت پونزده هم ای سبن سبیح میگه دخل الحسن العسکری علیه السلام علینا الحبس امام حسن عسکری علیه السلام در زندان بر ما وارد شدند یعنی ما زندانی بودیم حضرت بعد از ما بازداشت شدند و کنت بهی عارفا من عارف به حق امام بودم یعنی شیعه حضرت بودم قال لی لکم خمسون و ستون سنه و شهر و یومان حضرت به من فرمودن الان سن شما خمسون و ستون سنه شست و پنج سال و یک ماه و دو روز است خودم خودم نمیدونستم چند سالمه کان معی کتاب و دعا علیه تاریخ و مولدی یک کتاب دعایی داشتم که بر آن تاریخ ولادت من نوشته شده بود انی نظر فیه و کان کما قال نگاه کردم در اون کتاب دیدم که طبق تاریخ تولدم همان گونه بود که حضرت فرمود 65 سال و یک ماه و دو روزمه بعد حضرت فرمودن هر رزق تولدا آیا بچه دار شده ای؟ و قلت الله اونایی که دیر زن گرفتن اونایی که دیر بچه دار میشن ناامید نباشن شست و پنج سال و دو ماه و یک ماه و دو روز بچه دار شدی هل رزق تولدا قلت الله فقال اللهم ارزقه ولدا یکون له عضدا و نعم العضد الولد حضرت فرمودن خدا یا پسری به او عطا کن که یکون له عضدا که بازو باشد برای او قوت باشد برای او و نعم العضد الولد خوب است که انسان رو توانمند میکند قدرتمند میکند خوب است پسر ثم تمثل علیه السلام بعد حضرت تمثل جستند به این شعر من کان الله عز یدرک ظلامته ان الذلیل الذي لیست له عضد فرمودن هر کسی که دارای بازوم یعنی دارای کمک و همیار است یدرک ظلامت او به شکایت خود میرسد یعنی اگه کسی به او ظلم کرد میتونه انتقام بگیرد حق خودش رو پس بگیرد ان الذلیل خار در این دنیا اون کسی است که الذی لیست له عضد اون کسی است که او یار و همیار ندارد کسی که بازوی او را قوی کند ندارد خب حضرت دعا کردن خدا به او پسر بده او سوال کرد قل تو الک ولد آقا شما هم پسری دارید حضرت فرمودن ای والله سیکون لی ولد یملع الارض قسطا بله در آینده برای من پسری خواهد بود می دونید حضرت 28 سالگی به شهادت رسیدن 23 سالگی 22 سالگی فرزنددار شدن حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا فاصله سنی 22 ساله با پدر بزرگوارشون داشتن 22 یا 23 سال این زندانی بودن حضرت باز قبل از بیست و دو سالگی حضرت هنوز فرزنددار نشده الک ولد شما پسر دارید حضرت فرمودن ای والله به خدا قسم آری سیکون لی ولد یملع الارض قسطا خواهد بود برای من پسری که پر می کند زمین را از عدل و عمل آن فلا اما اکنون نه پسری برای من نیست ثم تمثله بعد حضرت این اشعار رو تمثل جستند و خوندن لعلک یوما انترانی که انما بنی حوالی الاسود و لواب تو حضرت این اشعار رو خوندن این انترانی که جمله معترض است شاید تو روزی اگر مرا ببینی گویا بنیه حوالی الاسود و تو گویا پسرانم در پیرامون من در اطراف من شیران یالدار هستند لوابد یعنی زولبده زولبد فرزندان مثل شیر در اطراف من راه می روند نبه های امام حسن از جری نتیجه ها نبیره ها ندیده ها لعلک یوما انترانی اگر روزی مرا ببینی گویا پسرانم در اطراف من شیران شرزه دارای یالند و ان تمیما قبل ایل دل حسا یه معنی سنگریزه است اما اینجا یعنی عدد کثیر عدد بسیار و ان تمیما قبل ایل دل حسا اقام زمانا و احوف ناس واحدو تمیم تمیم که این همه فرزند از نسل او هستند بنی تمیم تمیم هم قبل ایل الحصا قبل از این که به دنیا بیاورد این همه اولاد بسیار را این عدد کثیر را اونم قبل از آن یه نفر بوده است اقام زمانن او هم زندگی کرد در پاسی از زمان و هفه ناس واحدو و در میان مردم یک که و تنها بود اونم یه زمانی یک نفر بود بعد یه فرزند بعد چند فرزند بعد نبه ها نتیجه ها نبیره ها تا شدن قبائلی که همه اونها منشعب از قبیله بنی تمیم هستند. در عصر آشورا نقشه کامل ریخته شد بارها نقشه ریخته شد که نسل رسول الله را از بین ببرن ریشه کن کنن استیصال کنن چه آن روزی که دور تا دور خانه امیر المؤمنین هیزم ها آوردن و آتش زدن همون جا قرار بود نسل رسول الله را ریشه کن کنن دختر رسول الله پشت در آمد تا امام حسن و امام حسین از میان این دودی که در خانه بود نجات پیدا کنند برای حفظ جان امیر المومنین علیه السلام جان خودشون رو دختر رسول الله فدا کردن بعد از آن سلس نسل رسول الله که بین در و دیوار به شهادت رسید بعد از آن در جنگ سفین کارهایی که انجام دادن به امیر المومنین علیه السلام تو راه میگن مردم کوفه پشت سر شما میگن شما باید می جنگیدید با اصحاب خودتان با اینهایی که شورش کردن میانه گروه شما علیه شما شورش کردن لا حکم الا لله گفتن باید با اینا می جنگیدید حالا یا شهید می شدید یا پیروز می شدید اینا که با لشکر معاویه فرقی نداشتن چرا تسلیم شدید امیر المومنین فرمودن بله باید با اونها می جنگیدن. اینا مثل لشکر معاویه بودن اما وضعیت به ای بود که اگر می تن به حکمیت نمی دادم من حتما کشته می شدم. قبل از من امام حسن و امام حسین به شهادت می رسیدن در دفاع از من من به خاطر این که نسل رسول الله زنده بماند دیگه ادامه راه رو مسلحت ندانستن یعنی اونجا نقشه کشیدن نسل رسول الله رو در جنگ سفین تمام کنند بعد از آن میبینید در قضیه تشریع جنازه امام حسن مجتبا علیه السلام اگر وسیعت امام حسن مجتبا نبود اگر ای بنی هاشم دست به شمشیر شده بودند اگر در این میان آن بیوه شتر سوار به درک رفته بود با بهانه پیراهن آیشه نسل رسول الله رو ریشه کن کرده بودند بارها هم که موجی انداخته اند که نسل رسول الله ریشه کن بشود دیگه عصر آشورا وقتش بود تناب خیمه ها رو بری در خیمه های عبا عبدالله الحسین علیه السلام را آتش زدن از میان مرد ها که حتی طفله شیرخاره حضرت هم به شهادت رسیده بود در میدان جنگ اینایی که مانده بودند امام زین العابدین علیه السلام با مخدرات اهل حرم اینجا اومدن کسب تکلیف کردن از امام سجاد علیه السلام امام سجاد علیه السلام نسل رسول الله رو نجات دادن گرچه مثلا دختر سیزده سالی مثل دختر مسلم ابن عقیل زیر دست و پای اسم حاله شد چون معبر یکی بود دور تا دور خیمه ها رو که خندق کندن شب آشورا راهی برا فرار هم پیدا نمی شد. با چشم اشک با علیکن نبیل فرار با قلب دادار علیکن بالفرار فرار وقتی کمان هر مل شلاق دست شد انحال و آشکار علیکن بالفراق جان ام گرچه به لبهایتان ولی با حال احتضار علیکن نبل در ساحل فرات علم دار کربلا شد, شد چون علم ندار علج كل نبل راه عبور معبر غارت گران شده از گوشه و کنار علیه کنه بالفرای